سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز. به اخبار بسیار مهم و داغ از تحولات داخل ایران و جهان با شما عزیزان هستیم. حتی انتهای برنامه لطفاً ما را همراهی نمایید. مشروع اخبار: بیش از 50 کشته در حمله مرگبار اسرائیل لحظاتی قبل. همزمان با ادامه حمله‌های گسترده اسرائیل به نوار غزه، رسانه‌های فلسطینی از کشته شدن دست کم 51 فلسطینی در حمله اسرائیل به اردوگاه پناهندگان در نوار غزه خبر دادند. از سوی دیگر، ارتش آمریکا از ورود دومین ناو هواپیما بر و ناوگروه خود به خاورمیانه از زمان آغاز درگیری‌ها خبر داد. به گزارش رسانه‌های فلسطینی، بیشتر کشته شده‌ها در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان زنان و کودکان هستند. این در حالی است که حمله‌های زمینی، هوایی و دریایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد و اسرائیل با هر گونه وقفه کوتاه مدت حمله‌ها موافقت کرده است. در حالی که ادامه درگیری‌های حماس و اسرائیل باعث افزایش نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها به سایر نقاط منطقه شده، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا شنبه 13 آبان اعلام کرد یک ناو هواپیما بر به همراه یک ناوگروه از جمله دو ناوشکن موشک‌انداز و یک ناو موشک‌انداز وارد خاورمیانه شده است. عقب نشینی ارتش اسرائیل پس از حمله چند ساعته به جنین. همزمان با ادامه حملات نیروهای ارتش اسرائیل به نوار غزه، از چند روز پیش خودروهای نظامی اسرائیل به شهر جنین در کرانه باختری یورش برده و سپس در پی درگیری با گروه‌های فلسطینی عقب نشینی کردند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، ارتش اسرائیل بامداد یکشنبه 14 آبان وارد جنین شد و به چندین خانه در این شهر حمله کرد. وفا افزود که نیروهای اسرائیلی طی درگیری شدید مردی را که چندی پیش از زندان آزاد شده بود بازداشت کرده و محله‌ای در این شهر را هدف حمله خود قرار دادند که طی آن یک جوان فلسطینی زخمی شد. بولدوزرهای اسرائیلی نیز یک دور برگردان شهر را تخریب کردند و جاده‌ها و زیرساخت‌ها در حومه اردوگاه جنین را با بولدوزر منهدم کرده و نیروهای کمکی جدید اسرائیل اعزام شدند. ورود موشک‌های حزب الله به جبهه نبرد و حمله به 6 پایگاه اسرائیل. حزب الله ابتدا در یک عملیات هماهنگ 5 پایگاه جردا، حدب‌البستان، مالکیه، متولا و العباد را با موشک هدایت شونده و خمپاره گلوله باران کرد. اولین عملیات موشکی حزب الله در بیش از 3 هفته نبرد در مرز لبنان به فلسطین اشغالی نیز با هدف قرار دادن پایگاه راهبردی جلال علام نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی آغاز شد. گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نیز بعد از عملیات‌های موفق حزب الله بار دیگر بر پرهیز از جنگ در شمال اراضی اشغالی سخن گفت. توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی هم به مناطق دیگری حمله کردند. راکت‌های یاسین 105 گردان‌های حماس قاصل تانک‌های اسرائیل. کتایب شهید عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، بمب‌داد امروز در 30مین روز نبرد طوفان الاقصا علیه رژیم صهیونیستی اعلام کرد دو خودروی زرهی و نظامی صهیونیست‌ها را که به منطقه الفراهین در شرق خان یونس نفوذ کرده بودند را با راکت‌های ضد سرح یاسین 105 هدف قرار داده است و داد افغان زلنسکی برآمد. شکست می‌خوریم. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر پیشنهاد مذاکره با روسیه برای رسیدن به صلح در جنگ اوکراین را رد کرد و گفت جنگ حماس و اسرائیل توجه‌ها را از تهاجم روسیه به اوکراین منحرف کرده است. زلنسکی روز شنبه 13 آبان در جریان یک نشست خبری با رئیس کمیسیون اروپا در کیف گفت بدیهی است که جنگ در خاورمیانه این درگیری توجه را منحرف می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین به شروع درگیری‌ها در اسرائیل و غزه اشاره کرد و گفت ما در شرایط بسیار دشواری قرار داشتیم. تقریبا هیچ تمرکزی روی اوکراین وجود نداشت. حامیان اوکراین به ویژه ایالات متحده بارها اعلام کردند تا زمانی که روسیه شکست نخورد به کیف کمک‌های نظامی و مالی ارائه خواهند کرد.